سرخط خبرها استقبال اتحادیه اروپا از تعیین فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان استقبال می کند از تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر فرستادن نماینده ویژه برای افغانستان استقبال می و حضور نماینده سازمان ملل در افغانستان را در امر تعامل و سازنده با مردم این کشور مهم می اولویت قرار دادن حقوق بانوان در نشست دوها نهادهای و حقوق بانوان از سازمان ملل خواستند تا حقوق بانوان را در محور نشست دوها قرار دهد امیدوار هستیم که بیاد داشته باشیم که زنان و دختران افغانستان با یک چین سیاست ها تنها آسیب پذیر واکنش امارت اسلامی در رابطه به عمله های اخیر در پاکستان وزارت خارجه امارت اسلامی عمله اخیر در ایالات بلوچستان پاکستان را محکوم کرده است اگر باسم شک تردید تدید پاکستان نیبود که چنین کار از رفت افغانستان شاید این و منطق پنجابیات نشین باید میشد نه یک در منطق و پشتمرد. و آغاز روند رایگیری در انتخابات پاکستان روند رایگیری انتخابات پاکستان بامداد امروز آغاز شده است سلام و وقت بخیر به مجمع خبری ساعت از یک خوش آمدید مشروع خبرها اتحادیه اروپا از تعیین و فرستادن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان استقبال می کند توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در نشست خبری در کابل گفته که از معرفی و حضور نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان استقبال می کند نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان نشست دوحه را یک فرصت برای مردم افغانستان دانسته و تاکید کرده است که وضعیت حقوق بشر تعامل جهان با مردم افغانستان وضعیت بانوان و فرصت سازی برای گفتگوی میان افغان ها جز این نشست خواهد بود نماینده ویژه اتحادیه اروپا مزدود ماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و در افغانستان نیز نگران کننده دانسته و تاکید کرده است که اتحادیه اروپا با مقام های امارت اسلامی در این رابطه گفتگو می استقبال اتحادیه اروپا از تصمیم سازمان ملل مبنی بر تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان توماس نکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در نشست خبری در کابل از تصمیم سازمان ملل مبنی بر فرستادن نماینده ویژه برای افغانستان استقبال می کند و حضور آن را در امر تعامل مردم افغانستان با جهان مهم می از تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر فرستادن نماینده ویژه برای افغانستان استقبال می کنم و حضور نماینده سازمان ملل در افغانستان را در امر تعامل و سازنده با مردم این کشور مهم میدانم آقای نکلاسون در رابطه به نشست دوها هم گفته که این نشست یک فرصت خوب برای مردم افغانستان است و حقوق بشر و فرصت سازی برای تعامل جهان با مردم افغانستان و همچنان وضعیت بانوان جزه اجندای این نشست خواهد بود. A رسمیت حکومت سرپرست جز اجندای نشست ده نیست اما این نشست یک فرصت خوب برای طالبان و مردم افغانستان است در این نشست حیات سازمان ملل نماینده برخی کشورها حیات طالبان و شمار از چهره های سیاسی افغانستان حضور خواهند یافت حقوق بشر تعامل جهان با مردم افغانستان بررسی گزارش سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت افغانستان و فرصت سازی برای گفتگوهای منادار جز آجندای نشست خواهد بود آقای نکلاسون افغانستان را یکی از کشورهایی در جهان می داند که در آن بانوان و دختران حق تحصیل را ندارند. Where... متاسفان افغانستان یکی از کشورها در جهان است که بانوان و دختران از حق آموزش و تحصیل محرومند. بان آن هم اروپا در گفتگو با مقام های طالبانند تا روند آموزش برای دختران را در افغانستان تسهیل کند. نماینده ویژه اتحادی اروپا در این نشست همچنان تاکید کرده است که اتحادی اروپا با کمک های بشر برای مردم افغانستان ادامه می دهد و این اتحادی همچنان در تلاش است تا کمک های بشری بیشتر را به مردم آسیب دیده افغانستان فراهم کند. گروه کاری زنان صلح و امنیت در نامه از آنتونی کوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند تا احترام به با حقوق بانوان در افغانستان را در محور اصلی نشست دوها قرار دهد ده این نامه که به نمایندگی ده ها نهاد پشتیبانی حقوق بانوان نوشته شده در آن تاکید شده که دبیر کل سازمان ملل متحد باید از فرصت های ایجاد شده نشست دوها استفاده کرده و خواستار لغو تمام محدودیت ها بر بانوان و دختران در افغانستان شود در این نامه همچنان آمده است که نشست دوها فرصت مهمی را برای سازمان ملل متحد شورای امنیت و جامعه بین فراهم می کند تا بار دیگر تاکید کنند که حقوق بانوان در افغانستان قابل مذاکره نیست صفی ناصری گزارش میدهد تلاش نهادهای جهانی بر لغو محدودیت ها بر بانوان در افغانستان گروه کاری زنان صلح و امنیت در نامه از انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند تا احترام به حقوق بانوان در افغانستان را در محور اصلی نشست دهه قرار دهد ده این نامه که به نمایندگی ده حاد نهاد پشتیبان حقوق بانوان نوشته شده در آن تاکید شده که دبیر کل سازمان ملل متحد بعد از فرصت ایجاد شده این نشست دوها استفاده کرده و خواستار لغو تمامی محدودیت ها بر بانوان و دختران در افغانستان شود. ما از دبیر کل سازمان ملل متحد می خواهیم از فرصتی که در نشست دو را فراهم شده استفاده کرده و درخواست کند که طالبان همه محدودیت های ناقض حقوق بانوان افغان را فورا و بدون قید و شرط لغو کنند و برای آزادی کسانی که خودسرانه بازداشت شدند باید پاسخگو باشند. در این نامه همچنان آمده است که نشست دوها فرصت مهم را برای سازمان ملل متحد شورای امنیت و جامعه بین المللی فراهم می کند تا بار دیگر تاکید کنند که حقوق بانوان افغان قابل مذاکره نیست. امیدوار است میوار اصلی گفتگو وضعیت حقوق بشری و خصوص وضعیت زنان باشد. در کل سازمان ملل متحد از فرصت اجازه شده استفاده نموده خواهان لغو وضعیت محدودیت‌ها برای زنان و دختران در افغانستان شود. گروه کاری زنان صلح و امنیت همچنان با اشاره بر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد که قرار است گماشته شود گفتند که فرستاده جدید با سابقه موثق در زمینه حقوق بشر و حقوق بانوان را در تیم خود داشته باشد سیاست حذف هدفمندانه و نامری سازی زنان و دختران افغانستان به عنوان اکثریت جامعه افغانستان بدترین و شکننده ترین نو سیاست و سرکوب در برابر زنان و دختران افغانستان هست که باید پایان پیدا بکنه امیدوار هستیم که باید داشته باشیم که زنان و دختران افغانستان باید چنین سیاست ها تنها آسیب پذیر نمیشن این مردان و جامعه افغانستان هست که آسیب پذیر میشن این در حال است که امارت اسلامی پیوسته تاکید کرده که حقوق تمامی شهروندان در چارچوب اسلامی تامین است و از جهان خواسته تا در موضوعات داخلی افغانستان مداخله نکنند وزارت خارجه امارت اسلامی عمله اخیر در ایالات بلوچستان پاکستان را محکوم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه با نشر پیام در صفحه اکس خود با قربانیان حملات بلوچستان پاکستان ابراز همدردی کرده است بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی حملات روز پسین در ایالات بلوچستان بیش از 50 کشته و زخمی در پی داشته که گروه داعش نیز مسئولیت آن را بر عهده گرفته است محکوم نمودن حملات در پاکستان از سوی امارت اسلامی وزارت خارجه امارت اسلامی حمله های اخیر در ایالات بلوچستان و پاکستان را محکوم کرده است عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه با نشر پیام در صفحه اکس خود با قربانیان حملات بلوچستان ابراز همدردی کرده است ما حملات روز پسین که در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داده را محکوم کرده و عمیق ترین همدردی خود را با خانواده های آسیب دیده ابراز می داریم و از خداوند متعال برای شهدا بهشت و برای مجروحان شفای عاجل خواست داریم انفجارات و حملات که در بلوچستان پاکستان صورت گرفته دهی نه دست داره و نه افغانستان به این ضرورت داره و نه امکانات داره و بنابرای مشکلاتی که داره خود افغانستان نمیخواد این قضایه خود از این دخل بسازه اگر باسم شک و تردید پاکستان نی بود که چنین کار از طرف افغانستان میشد شاید این و و پنجابی پنجابیات نشین باید میشد نه که د بلوچه ها و پشتونه بینانی بازی و بازی خود آیسای پاکستان و نظامی های پاکستان هستند بر اساس گزارش های پاکستانی حملات روز پسین در ایالت بلوچستان این کشور بیش از 50 تن کشته و زخمی در پی داشته که گروه داهش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است با این هم رسانه های پاکستانی از وقوع انفجار دیگر در ایالت بلوچستان در جنوب غربی این کشور خبر داده و گفته که پلیس پاکستان اعلام کرده که در این انفجار دست کم دو امنیتی کشته و دیگر زخمی شدهاند. فرمانده پیشین فرمانده مرکزی ایالات متحده ای امریکا از فعالیت القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده است جوزف ووتل در گفتگوی با صدای امریکا گفته است که بیم آن را دارد که امریکا در یک وضعیت قرار گیرد تا برای رسیدگی به تهدیدات القاعده به منطقه برگردد ووتل این گفته ها را در واکنش به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد حضور و فعالیت روبروش گروه داعش در افغانستان بیان کرده است موردی که امارت اسلامی آن را رد کرده و گفته که هیچ فرد مربوط به این گروه در افغانستان فعال نیست نگرانی فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی امریکا از حضور القاعده در افغانستان the... جوزف ووتل فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی یالات متحده در گفتگوی با صدای امریکا ظاهر شده و فعالیت های القاعده در افغانستان را فوقلاده نگران کننده توصیف کرده است. هوتل گفته بیم دارد که حضور و فعالیت های القاعده پای امریکا را به منطقه بکشاند. گفته هایی که او در واکنش به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد حضور و فعالیت روبرژد گروه القاعده در افغانستان بیان کرده است. Well, some of it could be the fact that... فعالیت گروه القاعده در افغانستان فوقالعاده نگرانکننده است با خروجی ایالات متحده از افغانستان این نگرانی وجود داشت که طالبان به تعهدات خود عمل نخواهد کرد و گروه های به مانند القاعده توان احیای مجدد و حتی صدور تروریسم به بیرون از مرزهای افغانستان را پیدا خواهند کرد من حراس دارم که در نهایت ما در یک وضعیت قرار خواهیم گرفت که برای رسیدگی به القاعده دوباره به منطقه برگردیم این فرمانده پیشین امریکا در حالی از حضور و فعالیت گروه القاعده در افغانستان نگرانی می کند که امارت اسلامی همواره حضور این گروه در افغانستان را انکار کرده است. افغانستان امن است و هیچ گروه بیرون مرزی در وجود نداره. سخنان هوتل گپای وقتی جنگ است او که در وقت جنگ شاید منفعت شخصی از جنگ می برد ولی تلاش میکنه پس سوی و بدگمانی ها را ایجاد کنه. مایره به کلی رد افغانستان اجازه نمی تخواه که افغانستان علیه هیچ کشور جای استفاده شده یا تعدید قرار بگیرد. در افغانستان اما این گفته ها بهانه برای دلخوش کردن امریکا برای برگشتن به افغانستان عنوان می شود موردی که آگاهانان را غیر منطقی می دانند امریکا در تلاش است تا از تمام فشارهای خود استفاده کنه برای افغانستان بخصوص امارات اسلامی که تا کشورهای رقیب امریکا مانند چین و روسیه در اینجا جای پای پیدا پای نکنه و امریکا گزینه های دیگه هم داره مثلا میتونه که مخالفین مسئله طالبان آره امکان داره که حمایت بکنه این در حالی است که سازمان ملل متحد اخیرا در گزارشی از حضور و فعالیت در گروه القاعده در افغانستان خبر داده است موردی که امارت اسلامیان را رد کرده و گفته که هیچ فردی مربوط به این گروه در افغانستان وجود ندارد دولت پاکستان از تمدید کارت شناسایی پناهجویان ثبت شده افغانستان در این کشور خبر داده است کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که پاکستان این تصمیم را تا اوایل سال جدید خورشیدی گرفته است در سوی دیگر صندوق مرکزی واکنش اضطراری سازمان ملل متحد سه 8 میلیون دلار برای حمایت از پناهجویان اخراج شده افغانستان از پاکستان کمک کرده است دولت پاکستان کارت شناسایی پناهجویان ثبت شده افغان را تمدید کرده است کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بیانیه اعلام کرده است که پاکستان این تصمیم را از بحر رسیدگی به چالش های موجود پناهجویان افغان در این کشور گرفته است. این در حال است که بر بنیاد گزارش ها اخیرا پاکستان در نزدیک به سی روز پسین حدود سه هزار پناهجوی افغان را از حاک خود اخراج کرده است. تمدید کارت مهاجرت افغان ها از سوی دولت پاکستان تا حدی می مشکلات مهاجران افغان را در پاکستان حل کند و این یک گامی مثبت است و همچنان این اقدام نیز می به مهاجران افغان در پاکستان امکان را بدهد حتی به صورت قانونی در این کشور اقامت داشته باشند اما این یک رای حل موقتی است و باید به نیازهای اساسی مهاجران افغان در پاکستان توجه جدی صورت بگیرد در حالی که پناهجویان اخراج شده از خاک پاکستان در وضعیت مناسب غذایی به سر برند صندوق مرکزی واکنش استروری سازمان ملل متحد 3.8 میلیون دلار برای برنامه جهانی غذای افغانستان کمک کرده است با گفته سازمان جهانی غذا این کمک ها را از بحر حمایت مهاجران اخراج شده از پاکستان و ایرای کمک های نقدی به آنان در نظر گرفته است. برنامه جهانی غذا می تواند 230 هزار نفر را که مجبور به ترک پاکستان برای بازگشت به افغانستان شدن با کمک های نقدی در مرز برای تأمین نیازهای های غذایشان به مدت یک ماه حمایت کند. کمک های دنیا از طریق سازمان ملل متحد به مردم افغانستان

این در حالی است که بر بنیاد گزارش رسانه های پاکستانی از آغاز روند اخراج اجباری مهاجران تا به حال بیش از 500 هزار افغان از خاک پاکستان اخراج داده شدند که از این میان بیشترین آنان نیاز به دریافت کمک های فوری غذایی دارند روزنامه تایمز چاپ بریتانیا گزارش داده است که یک کارمند افغان تبار سازمان های سازمان اطلاعاتی بریتانیا و وزارت خارجه این کشور به جاسوسی برای روسیه متهم شده است در این گزارش آمده است که این فرد متهم برای برقراری ارتباط با روسیه دست کم شش بار به این کشور سفر کرده و ادامه حضور او برای بریتانیا خطر پنداشته می شود این فرد اما اتهام جاسوسی برای روسیه را رد کرده و تا کنون دولت بریتانیا هم در مورد وای پرونده باز نکرده است متهم شدن یک کارمند افغان تبار در بریتانیا به جرم جاسوسی برای روسیه روزنامه تایمز گزارش داده است که یک کارمند افغان تبار سازمان های اطلاعاتی بریتانیا و وزارت خارجه این کشور به جاسوسی برای روسیه متهم شده است. بر اساس گزارش ها او در سال 2000 وارد بریتانیا شده و استخبارات بریتانیا باور دارد که او از آن زمان برای جاسوسی برای روسیه تربیه شده بود در این گزارش آمده است که این فرد متهم برای برقراری ارتباط با روسیه دست کم شش بار به این کشور سفر کرده و ادامه حضور او در بریتانیا خطر برای امنیت ملی خواهد بود این کارمند افانتبار سازمان های اطلاعاتی و وزارت خارجه در سال 2000 وارد بریتانیا شده و او از آن زمان برای جاسوسی برای روسیه تربیت شده بود. او با شای بریتانیا و شاهزاده ولیام در سفر به افغانستان ملاقات کرده است که حفظ شهروندی و ادامه حضور او در بریتانیا خطره برای امنیت ملی خواهد بود. کشورهای بزرگ در کل سیاست خارجیشان به اساس منافعی که دارند حرکت میکنن اگر فردا هم منافع بریتانیا در افغانستان تامین شود سفارت خود باز میکنن بران و بیشتر تاکید به ای دارند که سیاست خارجیشان منافع محور باشد. این فردا ما اتهام جاسوسی برای روسیه را رد کرده و تا اکنون دولت بریتانیا در مورد پرونده این شخص به اتهام جاسوسی تصمیم اتخاذ نکرده است این در ذات خودش یک امر ناپسند ولی می تواند تأثیر زمانی بر رابطه بریتانیا و کابل داشته باشد که نقش طالبا در تأمین این رابطه برجسته شود یا هم ثابت شود در غیر از او این کار نمی تواند و یا همیش تأثیر بر کمک های بریتانیوی ها به مردم افغانستان داشته باشد این در حال است که پیش از این نیز مقامات ارشد امنیتی بریتانیا بارها نسبت به نفوذ و جاسوسی روسیه در این کشور هشدار دادند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر با معاون سازمان ملل متحد در دوحه دیدار کرده است آقای شاهین در صفحه اکسش نگاشته است که در این دیدار روی ادامه کمک های بشری برای مردم افغانستان و بحث تبادل دیدگاه شده است این در حال است که پیش از این نیز آقای شاهین با سفیر کشورهای مختلف و ویژه ژاپن و بریتانیا به منظور جلب کمک های بشردوستانه و وضعیت کنونی افغانستان در قطر دیدار و گفتگو کرده بود همزمان با این این در حال است که چند چند روز بعد دوها نیز مزبان نشست چندین جانبه در رابطه با افغانستان خواهد بود و حال تازه ترین رویدادهای جهان را در این بسته خبری دنبال کنید روند رایگیری انتخابات پاکستان آغاز شده است. شهروندان پاکستان ساعت هشت بامداد روز پنج شنبه به وقت محلی برای انتخابات نمایندگانشان در پارلمان پای های رای رفتند. حدود 128 میلیون نفر برای رای دادن نام نویسی کرده اند. قرار است رای دهندگان پاکستان اعضای 16 همین مجلس قانونگذاری پاکستان را انتخاب کنند. نامزدان برای بدست آوردن 266 کرسی رقابت می کنند. آخرین بار انتخابات پارلمانی پاکستان در سال 2018 برگزار شد که حزب تحریک انصاف اکثریت کرسی های پارلمان را کسب کرد. همزمان با این رسانه های پاکستانی به نقل از پلیس این کشور از حمله به کارکنان انتخاباتی در منطقه تانک خیبر پختونخوا خبر دادند. طبق گزارش ها در این حمله نیروهای پاکستانی کشته شده اند اما تعداد تلفاتشان هنوز مشخص نشده است. بر پایه این گزارش ها در پی این حمله روند رایدهی در ناحیه تانک به گونه موقت متوقف شده است. در همین حال سخن گویا وزارت خارجه چین میگوید کشورش از حملات اخیر در پاکستان عمیقا شوکه شده و آن را شدیدا محکوم می کند. وانگ ون بین گفت چین با تروریسم در تمام اشکال آن مخالف است و از تلاش های دولت و مردم پاکستان برای ریشهکن کردن تروریسم و دستیابی به امنیت و ثبات قاطعانه حمایت می کند. او همچنین با خانواده های قربانیان و خشونت هایی که در آستانه ای انتخابات پاکستان جان خود را از دست دادند ابراز همدردی کرد و برای پاکستان یک انتخابات امن آرزو کرد. امریکا مسئولیت کشتن یک فرمانده شبه نظامی وابسته به ایران در عراق را به عهده گرفته است ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام اعلام کرد که در واکنش به حمله ها به نیروهای امریکایی در عراق یک حمله را در این کشور انجام داده است به گفته سنتکام این حمله به کشته شدن یکی از فرماندهان کتائب حزب الله منجر شد می میگوید فرد کشته شده به صورت مستقیم حمله ها به نیروهای امریکا در منطقه را طراحی می کرد و در آنها شرکت داشته است منابع امنیتی بر ها گفتند فرمانده گروه شبه نظامی کتائب حزب الله در حمله پهبادی به یک موتر در شرق بغداد کشته شده است پس از کشته شدن سه سرباز امریکایی در حمله پهبادی گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در یک پایگاه امریکایی در اردن این کشور وعده عملیات تلافی جویانه داد و به 85 هدف در سوریه و عراق حمله کرد نمایندگان مجلس امریکا خواستار تحقیق درباره ارتباط گروه بحران با جمهوری اسلامی ایران شده اند. در پی گزارش ها درباره روابط پنهانی وزارت خارجه ایران با گروه بین المللی بحران، سیاز و مجلس نمایندگان امریکا از وزارت دادگستری این کشور خواهان تحقیق درباره این موضوع شده اند. گروه بحران اندیشکده ای است که به دولت امریکا مشاوره می دهد. در این گزارش که خطاب به مریک گارلند دادستان کل ایالات متحده نوشته شده، اعضای جمهوری مجلس نمایندگان امریکا خواستار تحقیق تحقیقات درباره نقض احتمالی فارا یا لایحه ثبت نام عاملان خارجی از سوی گروه بین المللی بحران شدند. و حالم کارم فیاض احمدی احمدی از رویدادهای ورزشی میگوید. سازمان مبارزات آزاد ام اف ان اعلام کرد که عبدل از این بدخشی هنرهای مختلف رسمی افغانستان مقابل سنجید بود هاوار بهترین مبارزه هندی وارد قفس خواهد شد این مسابقه برای کسب کمربند قهرمانی این سازمان در نهم مارچ 2024 در شهر دلی هندستان برگزار می شود این دو ورزشکار در وزن 66 کیلوگرم به میدان می روند بود هاوار ورزشکار هندی در حال حاضر صاحب کمربند و در جایگاه نخستین وزن در سازمان ام قرار دارد او برای دفاع از کمربند قهرمانی جهانیش مقابل بدخشی وارد قفس می شود این ورزشکار هندی دارای دوازده ریکارد حرفه‌ای در مبارزات آزاد است که حاصل آن ده برد و دو باخت است جاوید بشارت ورزشکار حرفه‌ای هنرهای مختلف در رسمی کشور در لاسوگاس وگاس آمریکا مقابل ایمن زهبی از کانادا مبارزه می کند. این مسابقه دوم مارچ 2024 توسط سازمان یو سی در وزن 61 کیلوگرم برگزار می شود. جاوید بشارت دارای 14 ریکارد در ام ام ای، 14 پیروزی و با بدون باخت از جاوید بشارت ورزشکار 28 ساله افغان در ولایت پکتیا افغانستان متولد شده و از 14 پیروزی در مبارزات آزاد در 5 مسابقه حریفانش را ناکات کرده است. ایمن زهبی مبارز 36 ساله کانادایی نیز 12 ریکار در ام ام ای دارد که حاصل آن برد و 2 باخت است. تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در نیمه نهایی جام آسیا 2023 شب گذشته در ورزشگاه السمامه دوحه به مسافی یک دیگر رفتند در این دیدار تیم قطر با ارای یک بازی هدفمند و با گل های جاسم جابر عبد اکرم حفیف 42 و المایز علی 82 ایران را شکست داد و به دیدار نهایی این رقابت ها راه یافت گل های تیم ایران نیز در این دیدار توسط سردار آسمون قیسی و علیرضا جهانبخش پینجا به ثمر رسید حالا با راهیابی قطر و اردن به دیدار نهایی رقابت های قهرمانی بین دو کشور عربی برگزار خواهد شد این بود خبرها تا این ساعت تا دیدار بعد خدا نگهدار